حاضرین؟ جسارت داشته باش. بالاخره یه نفر تو رو کشف میکنه. چطور میشه یه شیشه در مربا باز نشه تبدیل میشه به یک کتاب؟ براتون خواهم گفت که ایده ها رو از کجا پیدا میکنم و چطور پرورش میدم. من بارها میشینم فیلمی که میخوام موسیقی بشنم پاش گریه میکنم، پاش میخندم. برای شادمانی کودک چه اهمیتی قائل؟ میخوام بگم چطوری به اینجا رسیدم که فعالیت های خودم رو روی کودکان متمرکز کنم. حالا واسه اینکه عکاس خوبی شید به چه چیزایی احتیاج داری؟ عکاس باید در نظر داشته باشه که عکس گرفتن دغدغه اونه. تئاتر یه هنر یگانه است. چی گفتن مهم نیست، چگونه گفتن. سلام، من میخوام با شما راجع به کارگردانی تئاتر و مهمترین هنر او یعنی میزانسن صحبت کنم. من رخشان بنی اعتماد هستم. من فاطمه معتمدآریا هستم. من هوشنگ مرادی کرمانی من هستم. من عبدالحسین وهابزاده هستم. من حسین علیزاده هستم. وظیفه‌مون رو انجام دادیم. البته، ولی ما وظیفه‌ای داریم. اونم قدردانی از ماموران وظیفه شناسه. متشکرم. ببخشید، ماموری که دزد و دستگیر کرد اینجا نیست؟ نه خیر، اون دیشب کشیک داشته. امروز راحتیشه. ممکنه آدرس منزلش رو به من لطف کنید؟ لزومی نداره به خودتون زحمت بدید آقا. اون وظیفه‌شو انجام داده. معذرت، دلم می‌خواد ازش تشکر بکنم. اشکال نداره. مردم خوابن. آره. اگه یه دفعه دیگه صدای بوق تو بشنوم جریمت میکنم. چشم. میذونی سرسیرتون پاک کنم. دست من دار. سلام عرض میکنم. آخه دو ساعتی که من اینجا وایسادم دارم بوق میزنم، پسره نمیاد در باز کنه. انگار نه انگار که من اینجا وایسادم دارم بوق میزنم. خب چرا در نمیزنی؟ آخه گفتم نکنه شما خواب باشی. صدای بوق نخراشیده که بدتر از در زدن. الان میخوای برم وسط در بزنم؟ خیلی خب، دخل ما رد کن بیا. خیلی خب. اجازه بده الان دخل تو میارم. بفرمایید، اینم دخل یک دونگ از شش دونگ سرکارخان نایب جان. مال مریم هم رد کن بیا. مال مریمو خواهش میکنم، تقلا میکنم. ما با هم دیگه اختلاف معامله خیلی خیلی گنده ای داریم. باید خودش بیاد اینجا باش حل کنم. میشه؟ خیلی خوب، بفرستمش بیا. بفرستش بیا. تون تون دم میره، بفرستش بیا. سلام عمو جا. سلام، این هنوز خوابیده؟ عجب پسره تنبلیه. بهرام پاشو بابا، آفتاب پهن شده، چقدر میخوابی؟ کاظم اومده دم در دو ساعت داره بوق میزنه. آخه ناسلامتی تو هم صاحب یه دونگ تاکسی هستی. این پسره چقدر خوشخوابه، حتما باز دیشب بوق سگ اومده. نه عمو جون، دهم نشده بود اومد. مگه نه زهره؟ بله. به روبایه گفتن شاهدت که گفت دنبم. بهرام گفتم پاشو پسر جون. ببینم تو با کاظم اختلاف حساب داری؟ من؟ نه. پاشو برو صحبتو بگیر. پاشو
اختلاف معاملی استغفرید عجب چخونی این سرکار خانه با بفرمایید اینم داخل سیدونگی مرسی حالا چرا نمیفرمایین تو صبحونه حاضره صبحونه حاضره قربونت برم الهی شما بفرمایید من بسه فش فش خودم میرسونم سر صبحونیم مرگم جان میگم یه دونگ من دارم سه دونگ شما میشه چهار دونگ درسته منظور یه دونگ به اضافه سه دونگ میشه چهار دونگ دیگه من نه من که نفهمیدم اگر نفهمی ما رفتیم بشین صابونه تو بخور بخور میرم برم چیزی میخورم خداحافظ بذار بره به کارش برسه بابا نترس از گشنگی نمیمیره بشین سلام آقای همدونگ یه روز نشد ما این صاحب مرده رو ورداریم بیاریم تو سر ساعت به تعبیرش بگیریم ای یه آهنگ ساختم به مرگ احمد شاهکاره البته ترانه هم هست میخوای همجا وسط بزنم من خیلی خوب برای خودش ساخته بود من ول میکرد ای گوش کن چی میگم امروز ساعت ده صبح تمرین داریم ها عمو جون من دارم میرم خواه شما چیزی نمیخوام عجونم خدا به سلام عرض بیا کازم آقا کمک دنده رو بزنم سربالی نمیشه در شربالم سلاح خواهده بگی باشیم چه صبحونه یک کرزن میزنی؟ مریم چشم و چراغ خونه ما چراغ چی؟ خدا بیاموتش مثل دخترم ازش نگهداری کردم بنگ ارسیه پدرشو فروختم این سدون تاکسی رو واسش خریدم بالا نکشتی خودت میدونی که بله شما میدونی خواستم سرمایه‌ای برای آیندهش باشه بدبخت نشه خب منم که عرضی نکردم فقط گفتم اگر اون سدونگ بیا تو بغلم بشه چهار دونگ واقعا عالی میشین شما مگه ما بعد چهار دونگ میکنیم بله وقتی با بهرام عروسی کرد میشه چهار دونگ دیگه هم در این باره حرفی نمیزنی فهمیدی یا نه صبحونه زرم شد بشین بابا من خودم واسه میذارم تو اصل میکنم واقعا بی سلیقه‌ای سلام عرض میکنم سرکار امری داشتین؟ من اعتصام هستم همونه که دیشب دزد خونش رو گرفتین ها بله بله بفرمید خواهش میکنم بفرمید تو خواهش میکنم بفرمید تو؟ نه خیلی متشکرم سرکار من فقط اومدم از شما تشکر بکنم ضمناً میدونین که اون قالیچه فوق‌العاده قیمتی بود و خب اگه دوز می بردش متوجه هستید که بله بله در این صورت طبیعیه که شما باید پاداش بگیرید این حرفا چیه؟ وظیفه‌ام بوده انجام دادم بله بله ولی اصل تنبیه خائن و تشویق خادم چی میشه؟ همین تشکری که شما میکنین بهترین تشویق برای منه چی میگه اینا؟ جایی درز نمی کنه مطمئن باشید درز نمی کنه؟ این حرفا چیه آقا جان؟ اصلا شما چه اصراری دارین؟ من وظیفه‌مو انجام دادم، شما لطف کردین اومدین تشکر کردین، منم خوشحال شدم. دیگه کجاشو باید درس بگیرم؟ درس که بد نیست خانم. میگم اون یه دونگ سیفولخانه آژانو بگیریم بد نیستش. خب بگیرش واسه من دیگه خیلی. تو دخالت نکن. در هر صورت بفرمایید تو یه گلوی تازه بکنید. متشکرم. از لطفتون متشکرم. خداحافظ. خداحافظ. امیدوارم یه روزی جبران بکنم. اختیار دارین. خداحافظ. عجب مردمی هم بودم سوی راست اینم سوی راست بفرما آقا جون حالا یه خورده برو به سوی چپ اینم یه خورده به سوی چپ آفش بده برو به سمت راست حالا اینم سمت راست بفرما حالا بپیچ به طرف چپ تاکسی سوار شدی یا داری اکر بکر بازی میکنی؟ آه نادر نشو جمون هم بقیه مقاله نگرد حالی شد بیا پسر جم بیا دکی 5000 چیه میدی دادا؟ دیگه بیشتر از این ندارم تاکسیمت 25000 نشو میده 5000 چیه میدی؟ ما 30 سال پیش هم همینیم الله و اکبر به خوشگی شانس مسافر خود بخوریم خبرته آقا ببخشید زنم داره میزد داره وضع هم میکنه خواهش کنم بزنید زیر تابلو ممنوع هم داره میزد هم وضع هم میکنه آقا زنم داره اگه میزد اگه ماشین پلیس بیاد من چه خاکی تو سرم بریزم همیشه نگاه کن چه بالا اومده اینم پلیس حالا بی درستش کن آقا زیر تابلو همون نبید جنم چم ندیده جان فرمان جون شما تقصیر من نیست آقا زیر تابلو ممنوع واسه میگه زنم داره میزد منو برسون دکتر چی گرفتاری شدی تفسیر من نیست جون شما جام سرمان 50 تومن جریمه میشی تا دیگه زیر توقف ممنوع وای نسی بس شما درد نکنید یه اصلاحای میستانم بگی بار بنزین بزن
آخرین داره اینه قربون تو بیان دیگه بفرمی مرسی الان اینم میره قاطی اونا میشه با شروع میکنن به سر و صدا وای خدا به دادمون برسه خاک زغالی سرم میگم اجازه میدین در خدمتون باشم میام حضورتون میام میام حضورتون تو تمرینم کردی؟ الان میگه تاکسیم تصادف کرده بود بعد که سرت رو تحتیل بکنم شکر گاشته که دارم تبریک بله جریمش اینه که نهار باید بدی بله خب بابا اینقدر شلو نکنیم بذاریم توضیح بدم واسه تون میشه بابا جودی اینم شعره این چیه دیگه؟ آه راستی بچه ها باید موازه باشیم وقتی دختران میان بیرون بیافتیم دوباره خیلی خوب بچه ها یالا حاضر بشیم ای گوش کنین بچه‌ها یه صدای پا میاد مرگی تو صدای پا میگم پا خنده خنده داره با پا اشتباه کرد چرا میره چرا زود باشین دیگه بچه ها وای دلم داره از گشنگی ضعف میگیره نمیدونین چقدر گشنم هیده زود باشین دیگه وی 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 بچه ها بوده ایکی دخل کنه یه مال خانه 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 یه مال خان
این آقای چیز اسم نحسش ایرجه، باباش معماره، یعنی خلاصه بساز و بندازی، خودش هم نیناشناش درست میکنه، یعنی جون همش آهنگ سازه. مثلا این آقازاده نافامیلش داریوشه، خیلی هم بازی گوشه، اما این باباش دیرجوشه، مثلی که معلم کلاس اوله، ترقی هم نمیکنه، خودش هم مزقون میزنه. و اما اون آخری، اون آخری، اون گامبوه که اون تنش سطح گرد و قلمبه هست، روزی 7-8 تا نون سنگک و با 4 تا دیزی میخوره. یک بچه بی ادبی هم هست که اصلا حد و حساب نداره، عادت عجیبی داره، مرتب انگوش کنه، نگاه نگاه انگوش کرد، انگوش کرد. بعضی وقتا میادش میریم زد دهنش دام نری کن. حالا چه وجود داره؟ اسم این آقا بهرامه، پدرش پاسپان سام نری کن. معذرت میخوام، خانموی بنده است. خلاصه ما سال هاست که با هم دیگه فامیلی. خودش هم خیلی قشنگ آواز میخونه. دانشجوی سال اول تاکسیرانی هم هست. هر سال هم شاگرد اول میشه. جریمه هم اگه بده 50 تومن کمتر نمیده. یعنی روش نمیشه که بده. پس بذار تو رو من معرفی کنم. این آقا اسم کثیفش کاظمه. نه تا حالا اسم باباشو به ما گفته، نه چیزی. خودش هم به حساب خودش مثلا جیاز میزنه. فامیل جیاز. یه خود نمک پاشتن بود که بامزه بشه نفله. هیچی بارش نیست از او خراس. خوشش اومد. بابا دا خانوما رو کی معرفی میکنه؟ من میکنم. نازی، حاضر، پری، حاضر، شیری، حاضر، فاتی، مرد، حاضر، خودم هم مهری، خودتون هم اینقدر لوس نکنیم. خودم هم قربون همگی تو میرم از دم. او آباد بچه بده من ساندویچ منو بده، ساندویچ منو بده. بابا فرد هم خوشتیگی نوشیدنی پنیر لقمانش کن. مال من دونه لبکه. خوشمزه بود. خوشمزه است. گوش کن چی میگم. من و بچه ها دست جمعی میریم همینجا، دست شب در اول زودی برمیگردیم. تو جایی نری، همینجا باش. خب بریم بچه ها. ای گام بودی بریم. انگشت بکن تو دماغ تو بیار. یاد دیگه انگشت بکن. تفلکی و قالیش گذاشتن. اصلا پولم تو جیبش نیست. خب واقعا همینطور هم هست. بچه ها بس دیگه. پری خانم ماشین حاضره. آقا فرمودن مهمونه معطله. خب پاشیم بریم دیگه بچه ها، را بیافتیم. ماشین اومده. ماشین بریم. تفلکی من مال شمارم حساب میکنم. خودت متشکرم. خب فردا نهار مهمون منو. تموچیه قصه یه قیل و پشه برام ها یام و بسر برمونه بگه لالی لالی دیگه. بابا داریم آهنگ میزاده دیگه. افرایم پسری چقدر عصبانی آقا. برو تو دلش درو. بار دارم. در بودی؟ چی شده؟ عصبانی نشو برام جون. بچه ها باید شوخی چیه؟ شما دیگه شورش در آوردین. همه چی رو به شوخی میگیرین. میترسم این دختر قلمبه بشه سیخه که وایس تو گلو تالی ببینین. آره. بابا بربود نیست برا بابا، این دختر لقمه تا دیست بودشون انگوشتی تو بره. تو دیگه چی میگی گنده بگ؟ حالا تی عطای بارا در میگی؟ اگه جلوتو نگیریم زرتی عاشق میشی، گندش در میاد آقای عاشق پیشه. آش پیشنهاد میکنم آقایون یه ست هنداغ یه سته بگیرن. دوست عزیز موفق باشی. برو به اینو باشی باشی. خب حالا موتورت میدی به من یا نه؟ البته که میدم، مال خودت. برو برش تو. برو مهری جون. سلام. سلام، حالت چطوره؟ خوبم. گوش کن، یه خبر داغ داغ واسط دارم. ده؟ زودتر بگو تا نسوختم. نهار مهمونه برای بچه های دیروزی هستیم، میدونی که؟ ببینم، چشت پسره رو گرفته؟ بمیرم واسه تو که چشم تو رو نگرفته. داشتی ایرج رو با چشات میخوردی. تو میگی اونا قالمون نمیذارن؟ اگه
همشون قال بذارن بهرام قال نمیذاره. ماهی عاشق خنده هاشم. پس میایین خب؟ قربونتو خدافظ. موازه باشم یارو رو نزنی کچه شد. نه ترس بابارا دیدی؟ آره خسته شدم. تو میگی دنیا گرده؟ ثابت شده. خب پس تو اگه از این طرف را بیفتیم من از اون طرف بعد یه روزی دوباره همینجا به هم برسیم. نه اگه با دو تا موشک بریم همینجا با هم تصادف میکنیم بام. فکر میکنی من تو به هم میرسیم؟ پیشنهادی داریم؟ حالا چطوری بگم؟ خب بگو دیگه. نمیخوای اول از پدر مادرت بگی؟ چرا؟ مادرم 10 سال پیش مرد. 2 سال بعد پدرم یه بیوه زن گرفت. اون اولا خوب بود ولی کم کم جاشو محکم کرد. حالا زن پدرم طوری قاپ پدرم رو دزدیده که بی اجازش آب نمیخوره. واقعا مسخره است. حالا چند وقتی که احساس میکنی من جاشو تنگ کردم. مرتب داره پدرم رو وسوسه میکنه که منو شوهر بده. منظورت چیه؟ اون میخواد منو بگیره واسه برادرش. یعنی بدون رضایت تو این کار ممکنه؟ به هیچ وجه. خیلی خوش گذشت. باید یه روز بیای با پدرم آشنا بشی. خدافظ. حتما. خدافظ. سلام. سلام. کجا بودی؟ پدرت سراغت رو میگرفت. کجاست؟ تو اتاق پذیرایی. قرار جمشید بیاد اینجا. خیلی خوب. به بابا بگو لباسم عوض میکنم و میام. سلام. سلام. الو. سلام. از صبح تالا 10 مرتبه تلفن کردم نبودی. کجا بودی؟ تو بهشت. اگه بدونی چقدر خوش گذشت. بای خود جون چه پسر ماهیه. آره خلاصه هرچی ازش بگم کم گفتم. آره خوش تیپه اما چجوری بگم یه خورده همچین خجالتیه. وای همینشو دوست دارم. پس سر جمشید خان بیکلاس. تو رو خدا حرفشو نزن. اینقدر از اینجور مردا بدم میاد. چی؟ ای حقه مردی که خودشو دونجوان میدونه. گوش کن من میخوام از بهرام و رفقاش واسه پارتی پس ورد رو دعوت کنم که بیان اینجا. جون جون پس داریوش هم میاد؟ باشه حتما میام. قربون تو. خدافظ. سلام بابا. سلام پری خانم. پری جون یه دوش میگرفتی خستگی در میرفت. من خسته نیستم. پس راه دوری نرفته بودی؟ چرا اتفاقا؟ چرا اتفاقا زیاد موتور سواری کردی؟ اون پسر کیه؟ احتیاجی به خبرچینی نداشت بابا. من خودم بهتون میگفتم. بسیار خوب خودت بگو. او
اون یه پسر ساده و صمیمیه. تا اونجا که من فهمیدم مثل بعضی مردا شیر پیله تو کارش نیست. کافیه دیگه. تو چطور اینقدر گستاخ شدی؟ خجالت نمی‌کشی؟ شما توقع داشتین من بهتون دروغ بگم؟ پری خانم، پدرتون بعد شما رو نمیخوان. شما فکر نمی‌کنید رفت آمدتون با اون جوان؟ شما دخالت نکنین. پری، من نمیدونم منظور شما از این خبرچینی چی بوده، ولی مطمئن باشین اگه من نگه به کفشم بود با اون تا جلوی در خونه نمیمدم. پری، ولش کن، عصبانی میشی واسه قلبت خوب نیست. جمشید میره آرومش میکنه. برو. بله چشم. ببینیم پری خانم، من و پدرت خیلی شما رو میخواییم. من و اون الان چند سالی که با هم دوست هستیم. نبز کارای پدرم دست شماست. پدرم هر چی داره، حتی زن عزیزشو از شما داره و غیره و غیره و غیره. این حرفا رو بیش از صد دفعه شنیدم، دیگه از بر شدم. پری خواهش میکنم عصبانی نشو. به من دست نزنین جمشید خان. اگه دنیام زیر رو بشه من از شما خوشم نمیاد. خوشت بیا، مگه خوراکیه؟ مسئله زندگیه پسر. بابا چرا متوجه نمیشین؟ الله اکبر. مگه نمیگین مسئله زندگی؟ درسته. خیلی خوب، من نمیتونم با کسی که از بچگی باش بزرگ شدم زندگی کنم. همین. آخه مگه چشه؟ ای بشینه که سر گوشش نمیجنبه. از اون دخترها میخوای که؟ نه بابا، نه اینا نیست. پس چیه پسر؟ زیر سرت بلند شده؟ خب مگه چه عیبی داره بابا؟ هر پسری بالاخره باید از یه دختری خوشش بیاد دیگه، مگه نه؟ ها که خوشت بیاد. نه بابا، غلطای زیادی میکنی. تو حرفی میشه شما به زور متوسل میشی. من نمیخوام مریم بگیرم، مگه دوره؟ برو هر غلطی که میخوای بکن. من دیگه جنازه مریم رو دور از جون رو دوشت هم نمیذارم. بابا اجازه بدیم من خودم با مریم صحبت کنم، ما زبون هم دیگر بهتر میفهمیم. مریم، میخوام با تو حرف بزنم. من حرفی ندارم با تو بزنم. عصبانی نشو. چرا عصبانی بشم؟ گوش کن. بفرمایین، گوشم با شماست. من و تو از بچگی با هم بزرگ شدیم. یعنی وقتی تو یه دختر کوچولو بودی من مدرسه میرفتم، بغلت میکردم، رات میبردم، رو شونه هم سوارت میکردم. خلاصه تو برام دخترمو نبودی، یه خواهر کوچولو بودی. چی؟ گریه میکنی؟ وای چرا گریه کنم؟ خب راست میگی دیگه. باریکلا، پس خودت متوجه میشی؟ بله، خیلی هم خوب متوجه شدم. خب دیگه فرمایشی نداری؟ من؟ بلی نفهمیدم. من این نمیخواه پارتی دیره بیشه. چرا الان حاضر میشم. خب با اجازه. باری دیگه دود باش. بیانش کن. جین دیدی ابدا شدم. نه سلام. یه سر تو کلو، یه سر تو کلو جیا خیش. میدونی یه حواس کردم بیشیدم وردین سیدون گرم. چی شو تش بولی؟ دعوت کردن یا دوستانش؟ هر دوشونا. ساکت باشید.
کلاپ پری رو دزدیده. خیلی حسودی میکنی، موضوع چیه؟ تو که اهل عشقو نبودی. موضوع عشق و عاشقی نیست، میدونم. میدونم، نه ترس، نمیذارم ناکام بشی. خب دیگه بستی، بپرین تو آب بینم، بپرین تو آب الان بپرین تو آب بگ... الان یه شیجه میام، این دورخیز اول هیچی دورخیز دومو، دورخیز دوم بری اقعا بخوام شیرجه بیام اقعا دیدین شیرجه رو خوشت دوم صدات زدم. خیلی مرحبت میخوام. چیه ناراحتی؟ نه چیزی نیست، فقط یه خود نگرانم. میدونم نگران؟ برای چی؟ بی بری، این پدرم منتظرته. بیا تو دیگه خجالت نداری، بیا. سلام آقا. بابا بهرام سلام کرد. آه بله بفرمایید. تو برو تو، من الان میام. آخه من سلام. سلام، بشینید. چشم. چیکار داری میکنی؟ دارم واسه ویسکی یخ در میارم. نمیخواد این کار رو بکنی، سکی نمیکنه، بی باید کار دارم. پس با این تحصیلات جنابالی حد اکثر کارمند دونپایه میشید، یا از صداتون استفاده میکنید و مطرب خونه باز میکنید. بله؟ شما مسائل بدجوری توجیه میکنید قربان. خجالت بکشید، نه پدر و مادر حسابی، نه شغل حسابی، نه درآمد حسابی. شما با چه جرأتی میخواید دختر من خواستگاری کنی؟ آخه شما اجازه بدید من بگم. اجازه نمیدم، حتی اجازه نمیدم یک لحظه دیگه توی این خونه بمونید. بفرمایید بیرون آقا، بیرون. بهرام چی گفتین که گذاشت رفت؟ هیچی، دو کلمه حرف حسابی بهش دادم. شما حرف حسابی هم سرتون میشه؟ تو خدا وایسا، من با تو کاری ندارم. سلام. سلام بهرام. شدی؟ زود بش بیا بریم که اطور نیست. بهرام باور کن، من اومدم بگم. من اومدم از رفتار پدرم معذرت بخوام. همینه میخوای بگی نه؟ به هیچ وجه. پس چی؟ اگه اینقدر عصبانی نباشی بهت میگم. خیلی خب بگو، من عصبانی نیستم. اومدم بگم حاضرم باهات زندگی کنم. چرا میخوای زندگی تو به هم بزنی ها؟ من زندگیمو به هم نمیزنم، بلکه اگه تو بخوای میخوام تازه تشکیل بدم. یه تشکیلات میده میخواد هم بزنه، یاد بگیری، یاد بگیری. اینجور دخترها پیدا میشن که همه رو بدنام میکنن. یواشتر. من مخصوصا داد میزنم که بشنوه. داد میزنی یواش، ولی یه دون میشه سه دون، این یادت نری. بس تو رو خدا کازم آقا، نفهمیدم تو که با من خوب شده بودی، حال دیدی؟ سلام. خب به 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 چشم ما روشن. سلام آقا. سلام سلام، چه نفهمی؟ متشکرم. شمع پلیسی من میگه شما داشتین راجع به عروسی و اینجور چیزا صحبت میکردین، درسته؟ نه 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 خیر بابا،
گفته. نه خیر، کدومه؟ شطور سواری که دلا دلا نمیشه. شما اگه همدیگر میخواین باز رسم و رسومش انجام بگیره. آخه یه مطالبی هست که باید بهتون بگیم پدر. من مطالب و این حرفا سرم نمیشه. اگه میخوای زن بگیری باز درست حسابی من برم خواستگاری با پدر مادرش صحبت کنم. اینطوری که نمیشه. بفرمایید آقا، الان تشریف میارم. متشکرم. سلام سرکار، چی اشکالی پیش اومده؟ اشکال؟ نه قربون، فقط فهمیدم، البته من به شما بدهکارم ولی خودتون قبول نکرده. راجع به چی صحبت میکنی؟ آها، اون مطلب رو میگی. نه خیر، اون که انجام وظیفه بود. خب پس چه کاری میتونم براتون انجام بدم؟ با اجازه. خواهش میکنم. بفهمید، خواهش میکنم، بفهمید، بشینید. میدونید غرض عرض بنده در مورد مسئله جوانان و نسل جدید و اینجور چیزا دور میزنه. پس موضوع به شما دو نفر مربوط نمیشه. بله. عرض کنم که میدونید این روزا بچه ها در مورد خیلی چیزا خودشون تصمیم میگیرن. در مورد تشکیل خانوادم والا چجوری بگم، سلیقه های مخصوصی دارن. خودشون میرن همدیگر رو پیدا میکنن، خلاصه خودشون میبرن، خودشون هم میدوزن. ببخشید، ممکنه خلاصه کنید؟ من یه قرار ملاقات دارم. معذرت میخوام، به طور خلاصه عرض میکنم. مثل اینکه سبیه جنابالی و بندزاده به هم یه تعلق خاطری پیدا کردن. چی؟ پس اون آقازاده که اومده بود اینجا پسر شما بود؟ بله، البته فضولی کرده بود که سر خود اومده بود خدمت شما. بله، خیلی هم فضولی کرده بود. بنده اومدم خدمتون عرض کنم چه ما بخوایم چه نخوایم این دختر و پسر همدیگر رو میخوام. عجب، با بنده زندگی کنی؟ همین یک کارم مونده که با آقا زندگی کنم. برپا میزنم. خب از محاسن آقازاده بفرمایید، ماشینشون چیه؟ کادیلاکه؟ ماشین؟ والا یه دون تاکسی تازگی واسهش خریدم. بح بح بح، منزل آقازاده کجاست؟ همون طرف های شهرارای کلب خرابه یه هست که همه با هم توش زندگی میکنیم. واقعا که؟ ببینم، شما دارید سوال میکنید یا ما رو مسخره میکنید آقا؟ مسخره میکنم آقا؟ یه نگاهی به دور و برت بکن آقا. مردم شخصیت که به این زرق و برقا نیست آقا. دی تا آدم شخصیت نداشته باشه این زرق و برقا رو به دست نمیاره آقا. این حرفا کدومه؟ گاندی یه بز داشت یه چرخ نخریسی، شخصیتش هم خیلی بالاتر از بنده و جنابالی بود. با من بحث نکنید آقا. شما قابل بحث نیستید آقا. بحثی من خیال میکردم ما زبون همدیگر رو بهتر میفهمیم. اشتباه میکنید، ما زبون همدیگر رو نمیفهمیم. بله، شما با زبون زرگری صحبت میکنید، همه چیزو با زر و سیم میسنجید. بس دیگه آقا، شوهر من نباید عصبانی بشه. عصبانی میشم، خوبم میشم، یه دفعه دیگه میشم. تو به چه حقی جرأت میکنی که آقا شما معلوم نیست از کجا آوردی مینازین؟ منم حق دارم به وظیفه شناسی و زحمت کشی و یک عمر خدمت صادقانه خودم بنازم. برو بناز آقا، اما دست از سر من بردار. عصبانی نشو آقا، خواهش میکنم. بسیار خوب، نه شیر شطور نه دیدار عرب. شیر شطور میخوام چیکار کنم؟ باشه، اما آقای محترم، نه شما تو این دنیا میمونید حضرت آقا، نه من. چیزی که باقی میمونه آدمیته. شما آدمیت دارید؟ خروار خروار، میخوام به شوهرتونم قرض بدم. متشکرم پدر بسیار عزیز، خیلی مهمون نوازی کردیم. تمام این آتشو از گور تو بلند میشه. متاسفم پدر، شما اصلا حرف حساب سرتون نمیشه. خیلی بیشتر از تو که میخوای زنی یه مطرب بشی سرم میشه. اولا اون مطرب نیست، از اون گذشته. چرا نمیخواین قبول کنین که دوره این افکار پوسیده گذشته؟ با من یک و بدو نکن دختر. من دیگه بزرگ شدم و خوب و بدو میتونم تشخیص بدم. خوب و بد؟ تو چه میفهمی بد کدوم و خوب چیه؟ فقط اونه که زن یه آدم حق باز لچر دوژن مثل جمشید بشم که دوستش ندارم. خجالت بکش پری. خوبم اونه که زن کسی بشم که شلک تو کارش نیست و دوستش دارم. همین. برو گم شو بیرون، تو دیگه دختر من نیستی. من همین خیالو داشتم. خداحافظ. بر نگه، فهمیدی؟
یا دور اون دختر عیون‌زاده رو خط میکشی یا زود جلو پراست و ور میداری از این خونه میری. چی شده؟ همینی که گفتم، حوصله توضیح دادنم ندارم. آخه چی شده عمو جون؟ تو دخالت نکن. تو اصلا حساب شخصیت پدرتو میکنی؟ تو که پدر دختره رو میشناختی چرا گذاشتی من برم خواستگاری؟ چرا به من نگفتی که الله اکبر؟ شما میخواستین رسم رسوم اجرا بشه؟ بله، من خیال میکردم که با آدم طرفم. شما از اول نباید تو این کار دخالت کردین؟ اوضاع اینقدر خراب بود که خرابتر نمیشه، یا اون دختره یا خانواده. خیلی خب میرم، انگار چی میشه؟ خوش اومدی. نوبر خونه آورده. عمو جون خواهش میکنم. بذار بره، خودش سرش به سنگ میخوره و برمیگرده. نگردم آقا راتون از کدوم طرف؟ عجب امضایی. مبارک. حالا دیگه باید دست به دست مبارکه. مبارک. بیا میرم دست رو بزنیم تو دست هم حالا بکنیم مبارک باشی. سلامتی. استریاس استریاس سینوستریاس. آره باید آواز بخونیم تا ما غذامونو بخوریم. این کافه ها مرگ من هلام استریاس انوستریاس پردوس اموسموس استریاس اموسموس. برای شون رفت آخه چم؟ خیلی خوب تو بیشین قضا تو کوف کن، من میخوام واسه عروس دوما سازنزر میشکنم که قضا بیشون بکسبی. به فرمانی رب آخری دست پخت بزنی این قضا را اینجل سگ بذاری، خوردن همان و مردن هم همان. بل بلی حالا چون شما ها نمیشونین قضاتونو بخورین، قضا سرد بشین. آخه چه چرخی دار چه چیزی کاری داریم رو خوزه میشه بمیتونم حالمو به هم زد پخت آخر آبیه آقا شما رو پاک کرد آقا خورد کشو چرا میکنه نیگه شما چیکار داری میکنه خیلی ببخشید. فکر میکنم که عروس خانم دیگه خوابشون گرفته، هجده آماده است، بفهمید رو در بکن نکنه. خواهش میکنم مام ساس نظر بیش میکنیم. یا نبینم بچه بکنیم یار بمورنگ بدو ایشر بمورنگ بدو بدبختی بیچاره بدی بدی میدونی یعنی چی؟ یعنی که برگم شو کنار من نگاه کنم نمیشه یعنی بدی یه دست دیگه خودم یه دست دیگه خودم با سوختم سوختم آب کو آب یخ کو که سیخ آب یخ سیخ آب یخ شو نگاه کنی بابا بیدم ایش من بیچاره شدم بدی گردش گرده تر ببینم آب کو خیش بابا من امشب باید هر طوری شده برم یه دونگم رو بکنم چهار دون، کار من فقط به فقط همینه. آری شاید جان نرسیدی به 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 زنده باشی مریم جون. ببینم زهره کجاست، خوابیده؟ بله شامشو خورد و خوابی. هی روزگار بچه چیه؟ از قدیم گفتن بچه میوه زندگیه. بله ولی چه میوهی؟ میوهی که زحمتش مال باغبونه و نتیجهش مال دیگرون. همین بهرام از وقتی که مادرش مرد چقدر من براش زحمت کشیدم، چقدر براش خونه دل خوردم، یه ها گذاشت و رفت. پس فردام نوبت زهره است. خب دیگه تا بوده چنین بوده. یعنی کی میتونه باشه این موقع شب؟
تو سیه چشمی به تماشای چمن کازم آقا بفرمایید قربونت برم الهی. چه صدایی شام خوردین کازم آقا؟ بله سر شده، فقط اومدم یه دو کلمه خصوصی با عمو خانم که اونجا رو تخشه اختلاط کنم. عمو جون من تو اتاقم. برو عمو جون، بیا بالا پیش خونه بشین. بس کفشم دارم اینجا کثیف نشه، بیام بالا. وای وای این گلاتو تیق داره، تیقه داره. شب نشه مشغول لباس. خب کازم آقا چطور این وقت شب؟ ساعت 12 است. 12 است؟ نه نه به جان خانه تا حالا از این نجسی لب نزده مگه تو؟ باشه هر طور میلت. دوشه جونه میگم امو خانه چیه؟ بنده از این که بی موقع مزاحم شدم اجبوری اینو بریزم واسه تون تا بعد باقیشو بگم. بابا لفتش نده، حتما یه کاری داری که این وقت شب اومدی سراغ من. تو شمع پلیسی داری به خدا، این شمع پلیسی تو رو باید روشن که گوشو تاخچی. میگم تو چجوری فهمیدی که من یه کاری دارم اومدم؟ خدا بیامرز اون پسرت که یعنی منظورم که اون رفت قاطی مرغا، حالا دیگه نوبت منه که برم قاطی مرغا. تا اینجا قضیه چجوری بگم، سر مریم جون بی کلا مونده. مثلا میگه اگه لیاقت چه در بندی میبینیم، من همینج میمونم مریم میگیرم، چشمم کور میشه، داماد سرخولت میشم، بالاخره یه لقمه چیزی از تو هم میخوریم. نه روزگار چشو بیا این پیاز و این سیب رو بگم بخور. بیا والا تو جوون بعدی نیستی، ولی خب باعث میبینم مریم خودش چی میگه. آره نمیشه همین الان بپرسین؟ چرا اشکال نداره. پس بپرسین. خدا موافقت کن. ببین مریم جون، بهرام که تو رو ول کرد و رفت دنبال اون دختره. عجب نجسی، چه بره سگی واقعا کاظم جوان خوبیه، معلومه که اهل خونه زندگیه، از اون گذشته لب به عرق و شرابم نمیزنه. کاظم کجا رفتی؟ نه خدا برگم بده دستگاه میشه امون جون، خدا یه کاری بکنی. یواش بخش کار کنید، یه این موزه شده کار. الو کی بود؟ نمیدونم، حرف نزد گوشی رو گذاشت. سلام جناب علی، میخواستم بیام منزل مبارکی، ترسیدم بیرونم کنیم. شما کی هستی؟ یه دوست فراموش شده. جمشید؟ بله متشکرم. ببینی هنوز فراموشت نکردم، هیچ وقتم فراموشت نمی کنم. بالاخره ببینم کی بود؟ جمشید. نفهمیدم تلفن ما را کجا پیدا کردی؟ چت شده؟ خب از دفتر تلفن یا از زن پدرم گرفتی؟ این مردی که نمیخواد دست از سر تو برداره؟ خب به من چه؟ ایوا معذرت بخوام. اینقدر حسرت نباش جونی. بی تو بقیم که بقیه از تل خوریه هر جا آویزون کنه خوش بیدی. یا فوقلاده بد سلیقه یا خیلی خسیسی. این چیه رفتی خریدی؟ ساعت دیگه ساعت نهیدی جیری بقیه. آخه این که گردم بنده شطوره، من با چه رویی برم خونه ای بهرام؟ تو به من گفتی برو ساعت چشروشنی بخر بیار، منم ساعت چشروشن قلم آورده. تو هم رفتی خریدی، نصف دخلی تاکسی رو میخوری، تازه دست و دلت نمیره یه چشم روشنی یه حسابی واسه قوم خشای من بخری. اولا دیگه تاکسی نکن دلخور میشم مرگی تو. صد دفعه بهت گفتم بین زن شوهر نباید این حرفا بشه. مال تو مال من، مال منم که مال خودمه، یعنی مال شوهرت. فهمیدی؟ شوهر مردمم شوهر میکنن، منم شوهر کردم. ای به خشکی شانس. بله اگر یک دفعه دیگه اینجوری با من حرف زدی، اون وقت هر کی دیدی از چشم خودت دیدی. مثلا چیکار میکنی؟ ها مثلا چیکار میکنم؟ حالا بگم بذارم اینجا تو بگم چیکار میکنم. یه
یکی ماچ مالیزاسیونت بکنم. ای بلم کن، بلم کن، من دست ندارم. چه خبرتونه؟ مشغول. سلام خانم جون. باز که شما مثل سگ و گربه پریدین به هم، اگه یه دفعه دیگه اینجوری با هم رفتار کنین جفتتون رو برم کلانتری. امو خانه بنده معذرت میخوام، این مال بنده. خب تو چی میگی؟ هیچی. موضوع چیه؟ ببین سرکار خانه جون، شما میدونین که بهرام و پری خانوم خونه جدید گرفتن، دعوا سر این چش روشنی خوشگلی که من رفتم خریدم. تو اینو خریدی؟ بله قربان، خودم خریدم. خب مریم حق داره، پسر این چیه خریدی؟ خوردین خریدم اون جون. پس شما میفرمین که بنده بد سلیقه از بازار حلبی سازه خریدم مریم. دلم میخواد یه حرفی بزنم جون زهره. نه نیارینا. خب بگو ببینم. شما بیاین خونه ای بهرام. دیگه چی؟ چشم من روشن. چشم روشنی که من خریدم جون زهره. استغفر الله. میگم امو خانه میخوام برم یکی از اینا واسه شما بخرم بیارم. لازم نکرده. عمو جون اگه منو دوست دارین بیاین بریم. چه فایده داره که شما با هم قهر باشین؟ شما کمی یه پسر رو دارین به خدا خوشحال میشه. الو هیچ یادی از ما نمی کنیم. بابا ما شوهر کردیم، آدم که نکشتیم. چه عجب خبری شده؟ گوش کنین، ما امروز یه عده مهمون داریم که میان منزل مبارکی. ها؟ آره پدرم به حرف شما خیلی گوش میده. میخوام یه کاری بکنین که با هم بیاین اینجا. والا نمیدونم، بهتره خودت با پدرت صحبت کنی. نه شما صحبت کنین بهتری. به خدا دلم براتون خیلی تنگ شده، این دو روز زندگی ارزش قهر و تر نداری. باشه پری جون، من با پدرت صحبت میکنم، سعی میکنم راضیش کنم. باشه قربونت شم، خوشحال شدم بهم تلفن زدی. تو خیالت راحت باشی، من یه تلفن بهش میکنم. دوست صمیمی منه، اصلا نگران نباش. عزیزم کی بود؟ میدونی کی بود؟ اگه بگم شوکه نمیشی؟ برای هر حرف خیال میکنی شوکه میشم. ترس بگو. پری. پری؟ آره. خب چی کار داشت؟ میخواد آشتی بکنه. پشیمونی؟ نه خونه جدید گرفتن، میخواد بریم منزل مبارکیش. هرگز. جوشی نشو عزیزم. گفتم هرگز. خیلی خوب نرو، تا دنیا دنیاست، تو غر باش اونم غر باشه. وقتی شیش هفته بچه دورشو گرفت اون وقت برو طلاقشو بگی. باید رفت و اومد داشته باشیم تا بتونیم فکری به حالشون بکنیم. خیلی خوب بگو، یه چشم روشنی گرون قیمت براش بخرم. خسته نباشی عزیزم. خوشو عالیه. آی صاحب خونه کجایی؟ مثل که صدای پدرمه. نه یعنی ممکنه. سلام. سلام، خیلی خوش اومدیم. این ساعته صداش نمیاد دیگه. امو خانم یه دقیقه ساکت باش، منم سلام علیک کنم. سلام حال شما. نه نه نه، من خودم آویزون کنم. باشی امو جونو به زور آوردیم، لوس بازی در نهی رو برو دست شما. این مسئله آویزون خیلی مهمه. باره داری کجا آویزونش بشه؟ چطوری بزنم بشه؟ آقا خیلی قشنگ میشه. سلام باشی، خیلی خونه قشنگی را. مرسی. من بله خریده چی باشی؟ مرسی شادا. نیکو دستم بگی. ایگان شو خب دنی که ماهی آوردی. بدینش به من. دست شما. آره. خونه گرمی کنم. بفهمید من الان میام. میدونی برم جون، عمو خانوی به نظر من واقعا لوت کرده. چون اگه من جایشون بودم به جان تو اسمت که نمیابردم هیچ، پدرت هم در میابردم پک. ای با کازی میتونی آتیش بپا کنی؟ من آتیش بپا کنم؟ من اومدم آویزون کنم میدن. ایشالله که مبارکت باشه. خوش اومد، مرد زندگی شدی. ولی خب البته سلیقه پری خانوم هم هست. سرکار خانم، اگه عیالات بندم یه ذره سلیقش خوب بود اون وقت بهت میگفت. سرت هم زیاده والا. نمیخوای پس بده؟ یه آخه گفتی بعد از فروش پس گرفته نمیشود، ولی به جان عزیزت یه دقیقه اولش میکردن. منو نشناخت. پری جون مثل اینکه پدرم اینا. بلند شو بیا. بازم نسیم هفتی بکش باش بدون. سلام.
سلام. خیلی خوش اومدی. سلام. سلام. بذارین معرفی کنم. مریم جون دخترموی بهرام، کاظم خان شوهرش. خیلی خوش. خیلی خوشبختم. قربونتون برم. خوشبختم من همینطور. سرکار خانم جون پاشو. خانم ایشون اومدن. خانم ایشون پدر پری جونه دیگه. میدونین ایشون پدر ایشونه که بهرام جون باشن. جمعی جفتشون توش کرده. پدر جون کدورتو رو بزنین کنار. پدر جون بابا خواهش میکنم، حالا که این موقعیت پیش اومده از خر شیطون بیام پایین. اصلا ما نفهمیدیم اینجا تو اتاق میشه خر سواری کرد یا نه. خواهش میکنم امو جون، اعتصام تو من قول دادی که لج باری. آره ادیاله یاش بگیم. باشه در بیار. باشه باشه جون بابا بردم ازت خواهش میکنم. باشه 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 یاله بالی شد. خیلی دیگه خونه خودتونم تعارف میکنی. عجب آدم های تعارف. خب پدر جون به کلبه خرابه ما خیلی خوش اومدیم. کلبه خرابه که نه، ولی لونه موش. لونه موش جای مغلوب. تو نفست نمیگیره اینجا زندگی میکنی؟ از اون باغ و اون خونه تا این آلونک. بله اتفاقا برای شروع زندگیشون خیلی هم مناسب و قشنگه. آلونک خیلی قشنگه. قربان اد گوشت رو بیارین جلو. دماغ نه گوش. میگم حق با شماست چون شما. بله آقا. بله آقا. خانه جونی تو حق با توی یه چیزی بهش بگو. بگو بله آقا. بله آقا. خیر آقا. شلوغ شد. بس کن دیگه اعتصام. کازیم بیا اینجا ببینم. وقت ندارم. گفتم بیا اینجا ببینم. اونجا میخوای ببینی؟ اینجا بشین ببین. چی؟ میگم من دیوونه شدی. چرا داری دو با هم زنی میکنی؟ خودشون دارن هم میزنن. من هم میزنم. خب تو بشین همینجا. خواهش میکنم حالا یه چیزی میل کنین. پرشو پشت پذیرایی کن. خواهش میکنم دیگه حرفای خوب بزنی. بله از اون خوب خوب باشه. که هنوز سفارش ندادیم. سفارش آخه ما آرزو داریم نوه‌مون رو ببینیم. خب اگه نوه میخواستی چرا به خودم نگفتی؟ دلخور شدم مرگ تو خانم. بله به قول مریم بچه میوه زندگیه. ای آقا نمون میوه میخواد. اینا خودشون بچه‌ام. خیلی زندگی رو به راه دارن. اینا خرچند. بفرمایید زندگیشون چشه؟ بله بله خب چشونه. آدم وقتی باید بچه دار بشه که بتونه از عهده تربیتش بر بیاد. بابا صلوات بفرستین شما. تربیت رو با اسکناس میکنن آقا جون. چرا آقا هر کاری وسیله میخواد. بله ولی پول وسیله هر کاری هم نیست. اصلا چرا با من بحث میکنین شما؟ یه حوصله بحث کردن داره. بنده دارم خیلی خوبشم داره. بشین تو. چجوری بشینم دیگه؟ عمو جون خواهش میکنم محض رضای خدا بس کنین. آخه مثلا ما اومدی منزل مبارکی. من برم یه چیز خنک بیارم گلوتونو تازه کنیم. نه لازم نیست. ما داریم میریم. کجا قربان شما که هنوز عرقتون خوش نشده. خانم خواهش میکنم. مالا تو وز خرابتر نشده بهتره بریم. خواهش میکنم بابا جان. بهتره زحمت رو کم کنیم. اینجا جای ما نیست. بریم. این قالیچه خیلی قیمتیه دختر ازش خوب مواظبت کن. اینا احتیاج به قالیچه قیمتی ندارن. اینا محبت میخوان. بله محبتی هست. شما رو به خدا دست بردارین دیگه. شما جاشون صحبت کنید. بله پس چی؟ بابا خواهش میکنم بس کنین دیگه. آخه بذار سنگامونو با هم وا بکنیم. میخوام بکنم. من با شما طرف صحبت نمیشم. به درک اسفر که طرف صحبت نمیشی. اصلا جایی که شما باشین برای من ننگه که باشم. بیا بریم بچه ها. شما تشریف داشته باشین. ما میریم. آخه ما میریم. ما میریم. آخه ما میریم. ما میریم. ما هم میریم. عجب بریم بریم. خداحافظ. خداحافظ. یه داریم اینیم نخ چیکار میخوام بکنن آخه. چرا تعارف میکنی؟ نه متشکرم رام جون. اشکالی نداره. نه خواهش میکنم جمع شد. نه آخه نمیشه. منزل کجاست؟ فکر نمیشه بازم سرش الان پیدا بشه. مثل اینکه از شما چیزی پرسیدم. جمشید خان من شوهر دارم و از زندگیم خیلی راضیم. عجب. لطفا نگه دارین من پیاده شم. من که جسارتی نکردم. پس
مثل یه جنتلمن منو برسونین و یک کلمه هم حرف نزنین. با کمال میل. جمشید بود. پس جمشید خان بودم. بله. عدو در نیار بهرام، طوری نشدی. بله، به نظر تو خیلی بی‌اهمیته. بهرام، من اگه اونو میخواستم که قبل از تو بود. نمیشد محلش نظری؟ چی کار کنم؟ مردم طوری نگاه میکردن که انگار اون میخواد منو. ترسیدم فکر بد بکنن، برای همین مجبور شدم آشنایی بدم و سوار ماشینش بشم. یه پاسبان صدا میکردی به عنوان مزاحم، ازش شکایت میکردی. بسم الله الرحمن الرحیم. تو پاک خول شدی یا؟ من خول شدم. آره خول، خول و دیوونه، زنجیری، خول. میخندی. میدونیم فردا صبح زود میرم یه ماشین واسط میخرم که دیگه منتظر تاکسی بانست. خوبه؟ عالیه. بفرمید. بفرمید. این پیش قصه قرار داد. اینم 5 تا بلیت هواپیما. قربان به خواست 6 تا بگیری. چرا؟ آخه من خودم تنهای 2 تا صندلی لازم دارم. تو تمام کاباره های جنوب براتون برنامه تنظیم شده. امیدوارم ازتون راضی باشم. جنوب که چیزی ده قربان، با شمالم که بریم از اون راضی راضی میشم. خیلی خب، فردا صبح زود حرکت میکنید. مریم جان، زود باش جلو میزنی چمدونو ببند. یعنی چه؟ یعنی مسافرت دیگه. مسافرت کجا؟ گوش کن جیگر جون، گوش کن تا وسط بگم. یه بانی خیر پیدا شده از گروه مطربی ما دعوت کرده که بریم تمام مناطق جنوب از تبریز گرفتی تا خود آبادان کنسرت بدیم. اینه که ما هم باید بریم اونجا بدیم. تبریز چیکار داره به جنوب؟ خواهش میکنم، خواهش میکنم دیگه سر تاریخ جغرافی ما جربس نکن. به چمدونو به من. چمدونا رو. خیلی خوب چمدونا رو. بله بله، نفهمیدم. منظوره چه بود؟ منم میام. یعنی شما هم با بنده میگن اونجا کجا؟ بله، از تبریز تا خود آبادا. تو این هوای گرم 45 درجه و نیم حرارت زیر صفر تو میخوای با من پاشی بیای آبادا؟ بله، مگه چطور میشه؟ گوش کن مریم جون، اشکالی نداره که تو هم با من بیای، فقط من میترسم که خدای نکرده بچه‌مون تو آبادا گرم زده بشه. بچه‌مون؟ کدوم بچه‌مون؟ ای همونی که قراره بالاخره به دنیا بیاد دیگه. من که میدونم بچه رو درست کردم، تو چطور خبر ندیدی؟ گوش کن کازی، من نمیذارم تو تنهایی بری و هر کاری دلت میخواد بکنی. نه من نیستم، من تنها نیستم، برای بچه‌های دیگه‌م هستم. من به کسی کاری ندارم، من میام. نمیشه. میام. نمیشه. میام 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 میام. یادم میاد. یه میام. خوشید من خوب بود، نگفتم خوبه، خدا حافظ. تو رو خدا هر روز تلفن بزن، من نگرانم. هم صبح میزنم، هم زور میزنم، هم شب میزنم، نصف شب دمدمایی زنم. تو که منو میشتسی خود کنه، دارم خود کنه. به سلامت. اگه تو هم میومدی، مسافرتمون دیگه هیچ نقص نداشت. حالا چه اصراری؟ ایشالله پاییز با هم میریم تمام جاهای خوب جنوب رو میگردیم. نمیدونم چرا دارم میخواد تو هم با من بیاری. بگو بهرام، تو همینطور واسه خودت میبافی یا؟ من نمیتونم گرما رو تحمل کنم، گرما زده میشم. خیلی خوب عزیزم، خیلی خوب. حالا سر سفری اوقات تلخی رو ننداز. بس که بچه هم هواپیما بابا، هواپیما حرکت کرد. آخه کجا حرکت کرد؟ بلیتش تو جیب من حرکت کرد. بیا دیگه. ساکم حاضره؟ آره. خب خدافیز. خب سفر بخیر عزیزم، خوش بگذره. زود برمیگرد. بابا چه خبرتونه؟ نظر میکنه هواپیما میره. بنده اختیاری باش بینا باش بینا باش بینا بب بب جای لب و نگاه کن بب بب بازدار شده بچه ها.
تو دلم میخواست نصف ثروت این یارو که کنسرت رو جور کرده مال من بودش، اون وقت بهت میگفتم چیکار میکرد. یارو چیه بابا؟ کلی بدبخت پول خرج کرده، اسمشو بگو. باشه اسمشو میگم. اسمش چی بود یارو؟ آقای جمشید مشکنبری؟ جمشید تورانی. چی؟ هیچی بابا، باید بریم تو لازمی؟ مثل اینکه شما از روم نمیری. من نمیخوام به تو صدمه بزنم. خیلی خوب، پس یه کار دیگه میکنم، پلیس خبر میکنم. آه نه، جا گذاشتم. آقا برگرد. خیلی خوب، اگه واقعا کار ما به این صورت در اومده بهتر من برم. ولی قبل از رفتن یه خواهشی ازت دارم. بفرمایید. اجازه بده این گردنبند رو تقدیمت کنم. بیندازش دور. خواهش میکنم. برو گم شو. باشه. کردم که تو رو گرفتم، به تو اعتماد کردم. آره اشتباه کردم، اشتباه کردم که دلمو به تو خوش کردم. خیال کردم تو پاک و معصومی، باید میدونستم که گرد به گرد میشه. چرا؟ تمام دستیسا زیر سر تو، تلفن های پیاپی با ماشین رسوندن ها کرده تو شهرهای جنوب، برای همین بود که نخواستی با هم درست میگم یا نه؟ چی شده برم جو؟ یعنی ما نباید بفهمیم چی شده؟ میمیشه؟ خوربه میکنی؟ بهرام؟ بهرام؟ کجا میخوام بری؟ نسا بهرام کجا میخواد بره؟ باید جواب داره کجا داره بری بابا؟ من دکترم، چی شده؟ با ماشین تصادف کردم. تصادف؟ چشمام نمیبینه. ها؟ از من گول شدی، ولی اینم گیت من میام. دکتر این تابی نکن، اومدم. بله. آها.
چشماتو بنداخ کنم. متشکرم. جدن اون عقب یه خرسه؟ نه، بیچاره یه دیوونه است. دارم میبرمش آسایشگاه خودم. پس شما دکتر دیوونه هایی؟ بله، با روش جدید. نوتیز بد میکنم تو چشمه قشنگ من نگاه کن. چجوری نگاه کنم؟ آی جایی رو نمیبینم. من که نمیبینم. خیلی خب، پس الان از روش کارتلوشی استفاده میکنم. من کمر ندن کمرم بد کن خود بدم. بسیار خوب خانم پرستن بیبا بیا تو تو. من کجام؟ بیا تو کوره بالا کوری نفلی. بیا بابا بخور، جیگرت حال بیاد، بخور، فکرشم نکن. به من میگن سرکار ایمانی، برگ چغندر که نیستم. مطمئن باش هر طوری که شده پیداش میکنم. الان سه روزه که رفته. سه روز که چیزی نیست. پری پدرت اومده. پدرم بفرمایید تو. بفرمایید تو. متشکرم. از این پسر خبری نشد؟ پیداش میشه. بیا بریم دختر. بله؟ من با شما حرفی ندارم، میخوام دخترم ببرم. اولا اگه دختر شماست عروس منم هست. ثانیا اگر میخواست بیاد خونه جنابالی خودش میامد. ده شما بدبختی سرش آوردین. ما بدبختی سرش آوردیم؟ جنابالی و اخوی خانومتونی بساط را انداختین. اما جونشون مهمونه. بنده مهمونی نیومدم، اومدم دخترمو ببرم. انقدر دخترم نکن. میکنم، بایدم بکنم. چرا دست از سرم بر نمیدارین پدر؟ یه دفعه آزادتو گذاشتم، این دست گلو به آب دادی. شما بهتره بچسبید به ثروت باد آوردتون. شما رو چه به محبت و این حرفا. شما برید وظیفتون رو انجام بدید. چه کار دارید به کار یه پدر و دختر؟ عروسمه. اصلا شما به چه اجازه داخل خونه من شدی؟ این حرفو نزنی بابا. آخه منم آدمم، از منم بپرسین که چی کار خیال دارم بکنم. راست میگه؟ دروغ میگه. من همینجا راحتم پدر، همینجا میمونم تا شوهرم برگرده. تموم شد و رفت. خوش گذر. جهنم برای یه روز پشمون میشه. اون روز نمیاد. خوش اومدی. گریه نکن، گریه نکن. پس قضیه این بوده. بله آقای دکتر، برای همینه که از زنم متنفرم. به طوری که اگه بدونم چشمم خوب میشه و میتونم اونو ببینم، ترجیح میدم تا آخر عمر کور بمونه. این حالت شما ناشی از یک نوع بیماری خاصه که بهش میگن واپس‌زدگی عقده ادیپ، که مربوط به تکامل لیبیدوه. برای معالجه این حالت به همینطور کوری هیستریکتون، شما باید با من که دکتر معالجتون هستم ترانسفورپوزیت باشید. متوجه شدی؟ بله. نخیر، میدونید چرا؟ برای اینکه من یک مش اصطلاحات روان پزشکی به کار بردم. آقا مگه تو دکتری؟ نخیر. تو یک کوری، نه دکتر. ترانسفورماتور تو با من پوزیتیف نیست. متوجه شدی؟ بله دکتر، بله. خیلی خوب، پاشو بشین. پاتو بنداز روی هم.
بله. بیا اینجا پیش من واسه. چش. آجروبه. این نه اینو. اینجا چیون؟ چش دوتو. بیمانه است. چی؟ چی؟ چیون باید بزنم؟ توید آب میده لوله ایزوشم که باد میده 500 تومن اولا خرده بابا دلت خوشه سویچ بده من ببینم یالا نفهمیدم سویچی با سی برداشتی میرم رو تاکسی کار اگه سوار شید مرگ مادرم خیسته دیم خاره جرعتش رو نداریم بالا راست بگی بارد بیا کمه چی کنم بگیری دیدی جرعت چه داره بابا بزن آب بیا بزن بخور بیا پسر من آخرش تو رو جلبت میکنم اطاعت قلبم همش تقصیر اون عمو جون همش تقصیر توه تقصیر منه آره تقصیر توه آخه چه خبرتونه هار شدی تو رو خدا ببین تمام جونمون رو من اومدم بهتون خبر بدم که بهرام پیدا شده راست میگی جون خبر بدی بهرام پیدا شده من سوار کشم از بودم همینو بگم از کلانتری به من خبر دادن که دامادم پیدا شده ولی مگه میشه حرف زد اینجا دیوونه خونه است خواهی نخور آقا از قرار معلوم چشمش آسیب دیده میخوام ترتیبی بدم که بیارنش درون عملش لازم نکرده با سرکار بخواین ثروتتون رو به رخ ما بکشی من صلاح کار خانوادم رو بهتر از شما خانواده شما پسر منه داماد منه پسر منه داماد منه شکم بشه گرد سدین اصلا اون رفیق خود منه یه دقیقه بار کنار کارمو جون ببین اگه 500 تومن بهم بدی لونه ایزو درست کنم و بینتونی جوش کاریم کنم مرگ ننت بدی برو حالا تو هم نمیدی آی آی باره کنار اگه بهت نگفتم حال بکنم بهتون بگم سرکار بله من میرم میارمش ببینم کی میتونه جلومو بگیره میبینیم و تعریف میکنیم ببینیم و تعریف کنیم
احتیاط میکنه میتونه از جیب ما جلو بزنه. ای راست شما ها یا کریم اون چی نمیشه. اگه دیوونه باشیم نمیشه بریم تو؟ نه نمیشه. از اون زنجیری هاشم باشیم نمیشه؟ نه خیلی. چه فرمایشی داری؟ من پدر بهرام هستم. همون بیماری که نابینا شده. خود آقای دکتر به ما خبر دادن که بیان. الان بهشون میگن. باز کن. بره باز میکنه. تا اتین نایمده باید بچکیم تو. کم بشینیم. دوباره نمونیم گل درم. عجب دیوونه خونه قشنگی بیو نترس این قراری و بلبل نشوندن دو طرف باشه بیا من با تو هم خودم اینه دیوونه طرف هم نریم بیا به طوری بگو نگولی منو میشنسی فرمایشی بود سم نریم سلام سلام خوشبختم من مطالی زیان خوشبختم خانمشون خانم بهرام عروس بنده است مگه حرف بعدی زدن؟ جمع چی میکنه؟ ایشون به هیچ وجه حق ندارن با شوهرشون ملاقات کنن یعنی چی؟ چرا؟ علتش پس این که از ریختتون بیزاره و اگه شما رو باز ببینه بیماریش اوب میکنه پس تکلیف چیه؟ با من یکی بدون نکن با میگی یعنی من دوتا به ستا بکن خواهیش هم تکلیف کنم خیلی خوب دیوونه ترس همه این چیه؟ ولی آقای دکتر ما یه دیوونه خطرناک رو تا اینجا دنبال خودمون کشوندیم اون سوار یه اتومبیل قرمز کروکیه ترتیبشو میدم به محض این که فرو کنم کارش تموم میخواد فرو کنیم باز کجاست؟ این دیگه چی میگه؟ باز کجاست؟ دنبال چی میگردی؟ دوتا شست تومانیمو گم کردم کجا گمش کردی؟ تو انبری پس چرا اینجا دنبالش میگردی؟ باز اینکه اونجا تاریکه شست تومانی گم کردی بیا این یه شست تومن اینم شست تومن صدی بیست بیست خود هم آسره داری؟ شست تومنیش گم شد برو بیا برو پولتی گرفتی برو دنبال کاری ما بالاخره سر در نیاوردیم اگه چشمش اب داره واسه چی تو دیوونه خونه آوردنش آخه سرکار خانه شاید چشم باطنش کور شده با به حق چیزایی نشنیده اصلا چرا به ما نشونش نمیدن بله چه نشونه
باشم نیست. من با ضمانت شما پدرتون آزاد کردم، اما این دلیل سالم بودنش نیست. پدر شما مبتلا به عقده خود بزرگ بینیه که این مربوط میشه به سینما اسکوپ پرخاش. بله سینماسکوپ. بله درسته، تشخیص منم همینه. ما بهتره به کار خودتون برسید. باز شروع کردی. همه آتیش از گور شما پا میشه. بله درست میگی. تو ساکت باش. خواهش میکنه. همه باید ساکت باشن تا آقا عقده خود بزرگ بینیشون تسکین پیدا کنه. بله به شما مربوط نیست. ساکت. اینجا بیمارستانه. بیمارستانه. دیوونه شدم. بفرمایید. اینم دلیل بیماری آقا. عمو جون کوتاش کنین دیگه. نه خیر کوتاش نمی کنن. ما هر چی کشیدیم از دست آقا بوده. شما باعثش بودی. بابا آخه یه خوردم فکر شوهر من باشی. آقا داماد من کجا؟ پسر منه. نه این داره که داماد شما باشه. کوتاش. دامادمه. پسرمه. دامادمه. اینا دیوونه. دامادمه. پسرمه. دامادمه. پسرمه. دامادمه. پسرم. دامادمه. پسرم. دامادمه. پسرم. دامادمه. دامادمه. پسرمه. دامادمه. اینا هیچ مفتجه. همشونو ببرید ببندید به تخت. زنجیرشون بکشید. بیمار روانی همشونو ببرید. دارشون بزن. من دیوانه کردم. یلا برای باید بیدم. اگه آزاد شدم حساب چی میرسه؟ تو به اون مسکیت بیا. چشاد افتاده زمین؟ بگیر. اینه که بگیر. تو خودت از همه دیوونه تری فهمیدی؟ یه بازگر یه گله رو گرم میکنه. بازگر خودتی حضرت آقا. بازم دست بردار نیستی؟ دکتر شماره دیوونه تشخیص داد، ما پاسوس شدی. اگر از اینجا خلاص بشم علیه همه تون اعلام جرم میکنم. اگه خلاص شدی با کامن میشم. خدایا من چقدر بدبختم، هیچ کس به فکر من و شوهرم نیست. خفش تو هم با اون شوهر کرده. خفه کسی میشه که این جنجال رو انداخته. نفرده با من بودی؟ بله. نه خدا نه. خیلی خوب پس آروم باش. چشم بوله بیرون کومیسیون دارم. دیوونه های تازه وارد دارن همدیگر میخورن. دارن همدیگر تیک پاره میکنن. بلی کله اجداد تو قسمه ای با هم دروغ بگم. دعوا بلی بلی این کی بابا؟ سلام علیکم. سلام و زهر مار بازم کن. یه شرط داره عزیز جون. شرط چیه؟ دیوونه الان بر میگرده. سه دون تاکسی رو بهش من میکنی یا نه؟ حالا وقت این حرف هاست؟ اتفاقا بهترین وقتی. آره یا نه؟ نه. خیلی خوب پس همینجا لولا کن تا دیوونه بیاد بخوره. عزیزم جونه ببینم برنامه خط کردن. اره پسرمه. دامادمه. پسرمه. حساب تو میرسم. خواهش میکنم. میدم اخراجت کنم. بارو امو سکر یازو تا باز. بوره داری پنج من یونجه پاک نکرده بریز اینجلاش تا همه شو بلون بونه. اینم با آب و صابون تنقیهش کنم. بابا دکتر من چه گناهی کردم؟ شما هیچ میدونید که شوهرتون از دیدن شما رنج میبره؟ حتی از شنیدن صداتون. شما باید در بند باشید تا مانع معالجه شوهرتون نشید. میشه یه پیغام بون بیمار نابینا بدین؟ نه متاسفم. خواهش میکنم یه کاغذ بدین، یه چیزی بنویسم ببرین براش بخونیم. اشکالی نداره. لطفاً یه قلم کاغذ بدین. بفرمایید. این کاغذو مریض فرج برام کوری نوشته. متشکرم. متشکرم. چرا
آره این لعنتی ها نمیان وازمون کنن. از که صدای اتیه، باید همینجا باشم برو تو. اتی، همه دراز به دراز دمر افتادن. گوش کنی چی میگم، اگه شرط کنی که با هم دیگه دعوا نکنی بازتون کنه، ولی خدا به شما مرمزی ها. فهمیدی چی میگم یا نه؟ خیلی خوب، بس خدا حافظ. خیلی خوب، باز کن. بله، مثل اینکه شما پیغامی برای بیمار داشتید. خیلی خوب، شروع کن. بهرام خان، من جمشیدم. چی؟ رازل نومرد، من آن خفت میکنم. ساکت و گوش کن. چشم. من فلجو ببخش. خیلی خوبه که داوویش ده گیرن به تو بزن. من هیچ وقت عاشق زن تو نبودم، اونم هیچ وقت منو دوست نداشت. ما دوتا قطب مخالف بودیم، من فقط چشمم به ثروت پدرش بود، ولی حالا دیگه همه ثروت دنیام برام فایده ای نداره. من دیگه نمیخوام، یعنی نمیتونم که مانع خوشبختی شما دوتا بشم. اون روز من میخواستم پری رو اغوا کنم، ولی اون به هیچ وجه زیر بار نمیرفت. باور کن هیچ تبانی قبلی بین من اون صورت نگرفته. اون پاکترین زنیه که من میشناسم. تو دروغ میگی، دروغ میگی، دروغ. من میتونستم سکوت کنم، ولی حالا دیگه چه فایده داره؟ خیلی خوب، اگه فکر میکنی دروغ میگم بازم سکوت میکنم. من قسم میخورم که پری غیر از تو هیچ کس دوست نداشته و نداره. قسم میخورم که زن پاک و بیگناهه. اگه غیر از این بود زندگی پرتجمل پدرشو ول نمیکرد، با تو زندگی بود. اون بیگناهه، باور کن بیگناهه، باور کن. دکتر من میبینم خوب شده، ولی مسلمه. منم فکرشو میکردم که خوب بیشید شما. دکتر من باید زنمو ببینم. نه زنت اینجاست، برو پیداش. نه نباید زنشو ببینی. سب کن، کجا داری بیری؟ تو نباید زنتو ببینی. جانم این بحبا اونها چه چی بگردم کن؟ کجا داری بیری؟ بگیرینش نداری پاک گریزونم من از مردم همیشه، اینم از بازی های سر نوشته. دلم میخواد بریم اونجا من و تو، که ما رو چشم نامحرم نبینه. به اون جایی که جز خورشید و مهتاب، کسی دیگه ما رو با هم نبینه. چشم و بد دورت کنم دور، به اسفند و دل و آتش سینه. میخوام پیش تو چشمونت بمیرم، که راه و رسم عاشقی همینه. به من میگن تو رو دیوونه کرده، کسی که چشم او سهره و جادو. اگه دیوونگی عشق درسته، که من دیوونه هم دیوونه یه. Thank you.
چون پرستوی مسافر به قهرت به ناز آمده بودی بلهول کنم از چشم حسودا رو که گوهری گم شده بودی رو که چون پرستوی مسافر به قهرت